من نوکر تمام اوزا چاکرم سید برلی اولاد پری پیغمبر داداش یه دونه باشی دو دفت میکنم این نازمه تو چشا بعد آدازم هرچی هستم من خاک که هرچی بچه با عشق مثل خودتم دایی برم همون سید اینجا طرفدار زیاد داری داداش همینجا تو ماشین دو سه نفر نشستن آماده داداش تو دستور بده تو به یه تو نمیری سید نمیری زدم آجی سر میارن برات داداش چشای من این داداش من دلاتونو میخوام با عشق به تبر دایی کیره دهن هرچی بعد خواه تو رفیقات که دوم رو برتن سید عشق منی سید طرفدارتم عزیز سید ایشالله پا بده یه سرپاشی بیا آلمان سید به روی چشم داداش افتخاره داداش سعادت من شما رو نزدیک ببینم افتخار میکنم همچین داداشی های مشتی با غیرت با صفا دارم دایی رضا خیلی بی ناموسی رضا ولشون کن این ننه جنده رو ولشون کن اینا میخوام جلب توجه کنم سید این چونیمونی ها رو نیار بالا سید در رو اسم تو میان اینجا معروف میشن میان بالا فش مش میدن دقیقا این همینه میخواد دیگه ببین میخواد بیادبی کنه من عصبی بکنه جلب توجه کنه دایی معروف بشه دایی ما اینا رو معروف به کفونی بودن میکنیم دایی من آنبرگم رضا بیراموز اوبی باباته نبود تو رو نمیذایی چونی عشق منی دایی فکرتو نزد پیش این بیشرف خودت عشق دایی اینجا رفیقم اینجا میگه فش نده بهش بگو آدرس بده بریم بالا سرش آره بابا چاقال اینا بیا اصلا نصب اندایی به ماها نمیخورندایی دورت بگردن فکرتو پیش اینا نذار اینا نهایتش وقتی گیر میکنن شهرواله رو میگیشن با این حره رو باخ میدن دقیقه اینجوریه دقیقه اینا ذاتشون میرسه به آنیکونا اینا چون؟ سید اینا طایفه آنیکونا هست آره دقیقا اینا حتی تیر طرف های همه آنیکونا و پارک دانشجو طرفدار تو پارک دانشجو اینا هم اونا آدرسش میدی سید پارک دانشجو اون زیر پله دم دستشویی بغل دستشویی اینا دم به ساعت اونجا دارن کون کون هم دیگه میذارن دایی به نوبتی وای میسن کونی هم دوام سید اینا رو کردی پول مولشون رو بهشون میدادی دایی اینجا اوزا بلا داداش ما توبه کردیم دادا اون موقع رو میگم سید اینا رو میگم این بودی اینا رو سرشون بلا بلا بودی پول مولشون رو بهشون ایدزی هم دایی دایی اینا همه ایدزی هم دادا اینا اصلا نمه نزدیکشون شد کاندوم نمه خوبه که با هم کم تونک بازی بکنن اینا اینا به ما رو بکنن دایی سید جونم دادا ما الان تازه از سر کار تموم شدیم بچه اینجا سلام میرسونن و علیکم السلام خسته نباش باشه من میرم بیرون ایشالله تو اتوبان اینترنت کار نمی کنه میام اپون سو دو باشه دارد باشه دارد بگم جا تو قلب سید آی پوشه پیشونیه پیشونیه رفیقامون هم ببستایی دوره برتن از طرف من خاکسار علی برسونم یا علی یا علی یا علی یا علی عشق منی پیرمرد دهن شما رو گاییده خودتون خبر نهارین خودتون خبر نهارین الان برو ببین قارچ لپای خواهرتو مادرتو باز میکنی میبینی کیر سید آبی پیش اونجا جا انداخته هر کسا شما اومدین بی ادبی به کی میکنین داداش ممنونم که لایک میکنین همینجوری رو صفحه
بزنین عشق منین، لایک کنین، دورتون بگردن. لایک های خوبتون، حمایت های زیباتون بفرستین برای پشمک های برانداز، اگه وجود میکنن، وجودشو دارن، بیان اینجا ما باشون منطقی صحبت میکنیم، مثل همیشه با منطق باشون حرف میزنیم، با منطق محکومتون میکنیم. شما هیچی بارتون نیست الا دوتا خورجین فش، خودتون خرین، دوتا خورجین، دوتا بار خورجینم فش رو کتکولتونه. سلام داشتی، دورت بگردم. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خار شما رو گاییده، عقده ای شدین، بیمار شدین، حساس شدین، سنسورای کونتون اینجوری میکنه.
بند خدا میان برای مسابقه، اکثرانشون هم تو این اردوگاه هستن. سید بران، سید بران آقا امروز همش مسابقه. قرآن هم تو رو میبخشه، تو بهش فش بده، قرآن هم تو رو میبخشه. قرآن من، پیغمبر من، محبین آل بیت. رحمتشون شامل تو هم میشه. تو اینقدر بدبختی که با فحاشی، ولی اهل بیت ما، قرآن ما انقدر کریمه، خدای ما انقدر کریم و مهربونه که به تو فرصت داده که بیا، حتی بیا بهش فش بدی که یه دوزار گیرت بیاد. ببین چقدر خدای ما مهربونه، خدای ما چقدر مهربونه که به تو اجازه نفس کشیدن داده که بیا بهش بی‌ادبی بکنی، فحاشی بکنی که 2000 گیرت بیاد. ببین خدای ما چقدر مهربونه. شما با فحاشی به اهل بیت و قرآن و اینا میخواین 2000 گیرتون بیاد تو فضای مجازی، گداهای مجازی این. ولی خب کرم اهل بیت ما زیاده، کرم اهل بیت ما زیاده، دلشون بزرگه، بخشندن، مهربونن، نه میزنن پس گردنتون، نه فلجتون میکنن. اینقدر اهل بیت ما خوبن که حتی اجازه دادن شما با فحاشی بهشون پول در بیارین. چقدر شما بدبختین. ببینین ما دیگه کی هستیم، شما کی هستیم؟ شما فکر میکنی با فحش دادن به عقاید مردم شخصیت پیدا میکنین؟ شما فکر میکنی با فحاشی به خدا و اهل بیت و پیامبر و ائمه شهدا شخصیت پیدا میکنین؟ به والله شخصیت پیدا نمیکنین. مردم جوری دیگه رو شما حساب میکنن، جوری دیگه نگاه میکنن، مثل یه انگل بهتون نگاه میکنن. دوستان لایک کنین، دورتون بگردم، رو صفحه بزنین لایک کنین، فدات شم. سلام خالو، آقا رضا کافی، یا الله، آقا رضا کافی. خیلی خوش اومدین آقا. سلام دایی، دورت بگردم. دایی همین جوری لایک کنین، فداتش هم، تون تون لایک کنین، دورتون بگردم. باشه دایی، دورت بگردم. بازم بیای بالا یه چیزی بگم راجع به اون یارو هرزه هست. بگو رضا کافی بهش گفته تو تو جنده خونه. خب معلومه تو جنده خونه، تو فکر کنی کجایی؟ علی چرت پرت زیاد بگی، از هانی کونده بگی، خب اینجوری یومینی یه چیزی میذارم درت، همینجوری هول میدم از حلقت بزنه بیرون. زنده باد ایران اسلامی، زنده باد افغانستان عزیز. دمت گرم، دمت گرم، دمت گرم، دمت گرم. ما وارد فتنه دشمنان سرزمینمون نمیشیم. آخرش هانی زیر خواب شماست دیگه، بایی نمیدونی، دورت بگرده. الان زیر لحافتو نگاه بکنی داره برات ساک میزنه. هانی جون، چون هانی چون با اون یکی بودم دایی،
کسی که بیادبی بکنه که من بهش بیادبی نمیکنم. ببین کی بیادبی کرده با من بودن. علی بچه کجایی تو؟ علی بچه کجایی؟ علی بیا بالا، علی بیا بالا. دمت گرم، بیا بالا یه درخواست بده دایی، بیا بالا. بچه به الان نور چشای منم، قلب منم. قاسم فلافل انو هستش علی؟ علی قاسم فلافل انو هستش؟ تقی فلافل چی؟ تقی فلافل الان زنده است؟ یه مدت پسرش در مغازه بود، خودش سنش با آخرین باری که دیدم سنش دیگه رفته بود بالا و حال مریض بود، زیاد حال چند خوبی نداشت. یادش بخیر. علی نمیتونی بیای بالا؟ میگی سید دودول طلا خیلی خوشت میاد نه؟ میگه آدم خود ننه تو رو فروختم دیگه، خار کسه بردم سر کوچه فروختمش اومدم ننه تو. درود، درود و هزاران درود بر سید علی خامنه ای، فرمانده کل قوا. اما منم باید فالو کنی. آها الان فالوت میکنم دایی، فالوت کردم دایی. ببین شب تا صبح به قرآن ما، به خدای ما فش بدی، به والله هیچی گیرت نمیاد. اما نگرانتیم یه جایی کله پا نشی. دایی فالوت کردم، اگه خواستی بیا بالا و میتونی بیا بالا. بچه محلای خوبم، داداش یه دورتون بگردم، همینجوری رو صفحه بزنین کلیک کنین، درخواستت به بیاد سره میارمت بالا دایی. میخوای برو بیرون از لایو دوباره برگرد علی جان. دایی این لایک هایی که میکنین، حمایت هایی که میکنین، عجبتون با خدا فداتون بشم. منم کوچیک شما هستم. میگه فکر کنم چند نفری مگه الان؟ بذار من یه نگاه بکنم چند نفری علی. مگه تو علی هنوز هیچی نداری؟ تو 8-9 نفر بیشتر نیستی. آره علی تو دایرکت شماره تو برا من بفرست دایی، دورت بگردم. میگه خدایی چی تو خامنه دیدی طرفداری میکنی به جز کشتن جوانای مملکت؟ تو میگی بچه جوانای مردم رو کشته خامنه ای، تو داری میگی؟ من تو خامنه ای فرماندگی کل دو قوار دیدم، یک آدم با شخصیت، مهربان، فهیم، عاقل، متکلم، سیاستمدار. خب نه تنها من اینو میبینم، خیلی از بزرگای دنیا دارن اینو میگن. بعد توی چرقوز خب که 2000 کلاس هم سواد نداری یا شستشوی مغزی شدی، میای به فرمانده کل قوا حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای بیادبی میکنی. من تو فرمانده حضرت آقا دیدم که یه ذره خاک به دشمن نداده، نه مملکت فروخته، نه خاک فروخته، نه آب فروخته. ولی شاه تو بحرین رو فروخت، شاه های شما امپراتوری ایران رو به گا دادن،
شاه تو، شاه تو کیشه فروخته؟ کشمات کرده شما رو. چرن چرا داری میگی؟ بریم بحرینتون رو پس بگیرین، بعد بیان میگیم آقا شما آدم های خوبی هستین. بریم بحرینه که شاتون فروختون رو پس بگیرین، بعد میگیم شما آدم های خوبی هستین، میام دنبالتون، ما هم میشیم جز شما. والا آقا بلک دارت بگردم فدستم. و کی میگی؟ میگه ما که نمیگیم شما. و کی رو میگی؟ مسیح علی نژاد رو میگی؟ جنده هر جایی میگی؟ مسیح علی نژاد رو میگی؟ دمت گرم علی جا. مسیح علی نژاد رو میگی؟ فرماندت اینه یا مریم زبدری و مسعود رجوی رو میگی؟ ما میگیم جهادیه. شماها دارین این تومت ها رو میبندین. دنگه حضرت آقا دیگه به این قردها میخواد تا به دنیا بیاد. شما کی هستین؟ یه مش مفنگیه در به دره چت زده گوسفند مغزیه که میان به خدا و به دین و پیغمبر و رهبر فوش میدین. احمقا. چش علی جان دورت بگردم. افتخار منی. عزیز دل منی. سواد به ادب به چند کلاس نیست دایی. شما ها ادب ندارین. ادعاتون میشه آزادی و دموکراسی ولی ادب ندارین. سرتاپاتون فقط فحاشی و بیادبیه. بیت رهبری خانه امید میلیون ها میلیون انسان شریفه، نه تنها ایران، خارج از ایران، ولی امر مسلمین حضرت آقا تا کون شما بسوزه. سلام سید. سلام داداش، حالت خوبه؟ خیلی خوش اومدی. سلامتی عزیز منی، دورت بگردم. خیلی خوش اومدی. اینا شاسکول هم بابا، اینا نمیفهم اصلا به قرآن اصلا نه ادب دارن نه شعور دارن، نه اصلا هیچ حرف نمیتونن بفهمن به قرآن. حالا تو اگه مخالفی خب بیا حرفتو بزن بسه آدم. چرا دقیقا باشه که ما هم خود از همه بردی باشیم، چونی تو با بچه دولت آباد داری صحبت میکنی، با بچه خیابون فرشته که صحبت نمی کنی. 30 سال تو اروپا فارسی حرف زدنم حتی بهتره. تو حتی هنو مرزی ور نرفته از دوتا کلام یکی اون اسمش انگلیسی خاطی می کنی که بگی من نام خودجم. کونی ها خب اینا به خدا اینا فکر میکنن انقلاب میخوام بکنم. بابا انقلاب چی؟ آخه شما شاسکولا چی رو دارید؟ بیاد یه دونه رهبرتون رو نشون بدید به ما تا ما قبولش کنیم. یه رهبرتون نشون بدید به ما تا قبولش کنیم. رهبرتون کیه؟ یه مش شاسکول از خودتون گوتر. اینا ببین اینا انقلاب هرزگی میخوان بکنن. اینا همون ببین دایی این ببین اینا دقیقاً میدونی از کجا شاکیان؟ خمینی کبیر رحمت الله علیه وقتی انقلاب کرد اومد جندخونه شهر نو خیابون گمرک قدیم است جمشید، اونجا مادر پدرها اینا اونجا کس میدادن، هرزگی میکردن، تنفروشی میکردن. کی براشون درست کرده بود؟ شاهشون که الان دنبال کونه پسرش افتادن. خب براشون جندخونه درست کردن. خمینی کبیر اومد این جندخونه رو خراب کرد، به جاش کتابخونه و فرهنگسرا و پارک درست کرد.
اینا شاکی خدا به خدا من اصلا با این آخودا من کاری ندارم به والله. خونه رو برگردونن، پدر مادر و خواهر و زناشون رو اونجا به کار بندازن. اینا میگم من به خدا سید من به این آخوندام کاری ندارم، من اصلا سیاسی نیستم، فقط میگم این کسخلا میخوام اینا اگه میخوام بیناموسی بیارم، بیناموسی به ما ایرانی ها نیومده، به ما ایرانی ها نیومده، این نمیدونم این دیسکوتک و این چیزا بیاد بخواد برید جنده بازی در بیارید، زناتون رو میخواد چیز بکنید برید خارج این گوها رو بخورید بعد برگردید کشور. تو خارج این دیگه، تو خارج این جنده خونه است، استریپتیز است، برین برین اونجا هر گوی میخواییم بخورین. خب چیکار داریم به داخل ایران که یه کشور اسلامیه با قوانین اسلامی، چیکار داریم؟ تازه با این همه هم هر کسافتی دارین میکنین، سرخورده شدین، فکر کردین میان اینجا 24 ساعته رو کس بلند و مشروب و دیسکو و اینا میخوابین و اشغال میکنین. خب اومدین اینجا به خدا اینا هیچ گویی هم نیستن به قرآن مجید، به خدا یکی مثل خودت و خودم و دو سه نفر از ما بلندشن بیاد باور کنین لشکرشون رو توی چیز میکشیم بیرون به قرآن. ای والا اینا لشکر انن دایی، یه لشکر انن تا پاله انن اینا. همیشه خب میگه خب خودت اینجا چه کار میکنی؟ اومدیم گندگوهایی که شما درست کردین رو جمع بکنیم، اون بی آبرو و آبرویایی که از ایران و اسلام بردین رو داریم جمع میکنیم. بی شرف ها شروالتونی کشیدیم پایین، ما اومدیم شروالتون رو دادیم بالا گفتیم حیا کنید، کم آبروی ایران و خدا و ایل و خانواده‌هاتون رو ببرید. حالا فهمیدی چرا ما اینجاییم؟ داداش خیلی خوش اومدی کینگ عزیز، پادشاه. سلام داداش، خوبی؟ قربونت برم، فدات بشم، چه خبر؟ عزیز دل من، این سرپا گوشیم دایی. من خوشحال شدم از اینکه حرفاتون رو شنیدم، همیشه ویدیوهاتون رو نگاه میکنم، خیلی از ویدیوهات رو لایک کردم، خیلی دوست دارم، همیشه دوست داشتم بیام تو لایف از نظراتون صحبت کنم. بعد میخواستم یه سوال بکنم، نظر درباره همین کسایی که مثلا دارن جنگ رو میندازن بین مردم، نظر درباره اینا چیه؟ جنگ داخلی یا خارجی؟ نه کلن اصلا میخوان تفرقه بندازن بین ایران و افغانستان. اینا بیشرف هن، اینا کونی هن، دمه دیگم سید، دقیقاً کونی هن بابا. این کونی هایی که ادعای جنگ کنن، اینا جنگ ندیدن که، اینا جنگ ندیدن مادر جنده ها، اینا خوبار ندیدن، اینا موشک ندیدن، اینا تیر مستقیم ندیدن. خب بله دنیا، تو میدونی جنگ یعنی چی؟ وقتی میای مردم رو تحریک میکنی برای جنگ، میدونی یعنی جنگ یعنی چی؟ یعنی نابودی، یعنی کشتار، یعنی خانه خراب کنی از هر دو طرف، 100% 100% از هر دو طرف، چه پیروز جنگ باشی چه به قول معروف شکست جنگ بخوری. نابودیه، انقدر فتنه نکنی. دقیقا همینو، دست درد نکنه سعی جان، واقعا همینو، واقعا من اصلا لطف میکنید، یعنی واقعا لطف میکنید که اینجوری مثلا ذهن مردم رو داری آگاه میکنی آقا سید. انشالله که قبول میکنن داداش، با خدمتگزار مردم در راه خدا، هیچ چیزی هم از مردم نمیخوایم، فقط خدا قبول میکنه کارنامه عمل ما رو. سلام و درود به همه عزیزای بزرگوار، خیلی خوش اومدید. داداش هزاره، این داستانی که پیش اومده بین افغانی ها و ایرانی ها که اینطوری احساسی دارن چیز میکنن، بین تو تمام ایران، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان اگه رفته باشی، اونجا نزدیکترین آدم هایی هم به افغان ها، نزدیکترین آدم ها به افغان ها. بعد به نظر ما میگیم راه هم آب همیشه راهشو پیدا میکنه، ما مشکل نداریم از این قضیه. خب نه، من اونجا راهشو پیدا میکنه، تهران بزرگ شدم، خودم 28 سال تهران بودم، اونجا زندگی کردم، الان 10 سال اومدم اروپا. به خدا یه چیزایی میبینم تو اروپا، یه چیزایی میشنوم بین مردم، یه حرفایی میزنن دیگه، اصلا
واقعا خسته میشن مردم. بعد من خیلی هاشون رو میشناسم که رفتن ایران الان. الان ایران هم واقعا. آقا همه همینا که بیان خوش میدن. من هم میخوام برم جمع کنم. سالی سه بار چهار بار میرن ایران اشغال میکنن برمیگردن بی ناموسا. الکی میان اینجا هارتو پورت میکنن. اینو باید یه کاری بکنن تو فرودگاه. تو فرودگاه باید عکساشون رو یه جوری برسونن دستش. همونجا برشون گردونن. بابا ایران با امثال اینا کار نره به خدا. ببین اینا همش دارن چرت پرت میگن. من مهم نیست اینا آدم هایی نیستن. ببین اطلاعات ایران انقدر قویه، گنجیشک رو هوا گوزه، اطلاعات ایران خبر داره. همینجا میدونن چی میخورن، میدونن تو همین اونپا چی میخورن. همه اینا در پیتی هن، همه دوزاری هن، همشون به خاطر اقامت رو. آره این ایران تنها با کسایی کار داره که دستشون به خون آلوده بوده، مردم رو کشتن یا یه حزب خیلی خطرناک ایجاد کردن. و یه نه پایین تو پورتایی که شب تا صبح میکنن کاری نداره اصلا. نه تنها مشکلش اینه که مثلا تفرقه میندازه بین مردم، یه تعدادی که مثلا تو بندازه اونی که عاقل نیست ازیت آزار بشه مثلا. خب هستن تو همه مردم یه جور آدمای هستن که بالاخره نتونن تحمل کنن. من واقعا متاسفم برای خیلی از این همشهرهای خودمون که تو تیک تاک اینجوری مثلا لایو میندازن چهار تا مثلا چه نصیحتشون کردم. دوستان میدونن همیشه نصیحت کردم، نه طرف اینو گفتم وارد فتنه دشمن نشین، دشمن میخواد ما رو به جون هم بندازه که همیشه عقب بمونیم، خودشون جلو جلو بیفتند و پیشرفت، رفاه، آسایش، اقتصاد اونا داشته باشن و ما همیشه زیر دستشون باشیم. یه چیزی هم هست اصلا اینا همه میدونن که ایرانش موقع نمیاد با افغانستان بجنگه، چون افغانستان چیزی نداره که بخواد بزنه و خراب بشه. نه بابا عمرن 50 تا مشکم بزنه چیزی نداره خراب بشه، ولی خدای نکرده مثلا اگه بخوان اونا دو تا انتحاری بفرستن مشهد. نه اینجوری نیست که اونا بخوان کاری بکنن. آقا ما اصلا وارد این بحثا نمیشیم، تن به بازی دشمن نمیدیم. بازی ما بگه آقا من میتونم، اون نمیتونه، هی بیشتر کلکل بکنیم. اون میتونه، اون نمیتونه. آره این داستانه به ما نیومده. اونی که باید بفهمه میفهمه. اون دو سه تا افغانی هم که تو تیک تاک هستن این حرفا رو میزنن، اینا یه مش شاسکولن یا ایرانیاش، اینا یه مش نفهمن یا این حرفا رو میزنن. مگر نه سواد اشاری دارن، نه سواد رسانه‌ای دارن، هیچی ندارن. اونایی که باید بفهمن میفهمن، ساکتن نشستن سر جاشون. آره به ما نیومده، به قول خودت بهتره ما اصلا چیز نکنیم. آره بخدا قربون سعید، خوشحال شدم خیلی، واقعا افتخار بود دوباره تون زنده باشیم. فدات بشم، ان شاء موفق باشی، زیر پرچم اسلام همیشه سر بلند داشت. یا علی مدد، یا علی مدد باشی، یا علی. خوشحال شدم. دوستان ممنونم که لایک میکنین، حمایت میکنین، دارتون بگردن همینجوری که دارین تماشا میکنین با انگشتتون مبارکتون بزنین رو صفحه، لایک کنین، حمایت کنین، ممنونم. HN میگه بیار بالا، HN بیا بالا دایی، شما رو هم قلب گذاشته. سلام سیبیل جان. جون حالت خوبه؟ زنده باشی. چی شده گفتار گفت میزدی؟ تا دروز بیشتر دو میزدی؟ چی؟ تا دروز بیشتر دو میزدی؟ الان از سو گفت میزدی؟ دو میزدی یعنی پشت میدادی؟ دو میزدی؟ داداش هرگه تو الان اومدی درست صحبت میکنی، درست باید صحبت میکنی، فش بدی؟ نه بس فش ندادم، گفتم تو چرا فش ندادی میزدی؟ دروز بیشتر الان اومدی از صحبت چی؟ از سو صحبت میکنی؟ من دقیق متوجه شما متوجه میشین چی میگه دایی؟ آره دیگه که قبلا فش میدادی، الان چرا فش نمیدی؟ قبلا چرا فش نمیدی؟ جواب دادی به افغانی ها فش میدادی؟ سال سال نه میگه از سال گپ میزنی، سال سال گپ میزنی. قبلا که بود لایف میومدی همه را فش میدادی، چی شده از ترس ساله باز؟ مگه دیوانه ایم؟ مگه مثل تو دیوانه ایم به همه فوش بدیم؟ بابا چی میگونی؟ تومت میزنی؟ دیوانه خود نگفتم تومت میزنی، دیوانه را رسیده تومت میزنی. نگفتم که شاید زور طالب باشه. نه طالب آنتن نمیده ایران. من زبان تو را نمیفهمم، برو پایین. زبان تو را نمیفهمم، زبان تو نمیفهمم، برو پایین. من یه چیزی بگم بعد بری بگی سید اینو گفت.
از صلح حرف میزنی. تا دیروز پشت میدادی. من میگم آقا مگه تو کسی به ما بیادبی نکرده؟ مگه ما میایم به کسی بیادبی بکنیم؟ الان شما تشریف بردی بالا، داعش گل من، دو تای دیگه اومدن بالا، محترمانه با هم صحبت میکنیم. کسی بیادبی بکنه جوابش بیادبیه. ممکنه یه بار سکوت بکنیم، دو بار سکوت بکنیم، دفعه سوم خوار مادرش یکی میکنیم و سلام نامه تمام. منو بیار بالا. چش بیا بالا داداش. سلام خدمت شما. سلام و هزاران درود بانوی بزرگوار، خیلی خوش اومدید. ممنون. ببخشید من روک بگم، من تعریف بد شما رو خیلی شنیدم. من اومدم ببینم که اگه میشه یه خورده از خودتون بگید، چون من نمیتونم قضاوت کنم دیگران چی میگن و واقعا لایف شما رو تا حالا نشستم تا آخر گوش بدم. منم تازه آشنا شدم خواهر با چیز، با سید. متوجه. اگه میشه یه خورده بگین، من میکنم واقعا قضاوت دیگران درسته یا اصلا قضاوت به حق و ناحق خودم بدون اینکه شما رو بشناسم آیا درسته؟ من میرم پایین. ممنونم از شما. فقط قبل از که تشریف میبریم بالا محبت کنیم به ما بگین اسم شریفتون چیه، یه ان گذاشتین، بعد از کجا با ما تماس میگیری؟ جان من نیکو هستم از اتریش. سکا خانم نیکو درود بر شما، خیلی خوش اومدید. تا قبل از اینکه پایین بریم من حضوری ازتون تشکر کنم که اینقدر مؤدبانه محترمانه تشریف وردین، نقدی داشتین، نظری داشتین، سوالی داشتین پرسیدین و وظیفه من اینه که درست و محترمانه جواب بدم به شما و انشالله که بتونم جواب بدم. اگر سوالی به ذهنتون اومد دوباره تشریف بیاریم بالا. با هم کاش همه ایرانی ها اینطوری با ادب با هم صحبت بکنم. به من والا دوستان آدم غالبا با ادبی نیستم، عذرخواهی میکنم، ولی خواستم قبل از اینکه اصلا چیزایی که راجع به شما شنیده بودم، من توی لایو شما واقعا نبودم هیچ وقت. چی شنیدین؟ به من بگید چی شنیدین؟ درست نیست اصلا. ببینید یه چیزی آدم میشنوه درست نیست بیاد عنوانش کنه. به من بگین مثلا میگن سید آیپوش طرفدار خامنه ای، طرفدار نظام. میگن شما طرفدار نظامی، شما طرفدار خامنه ای، شما طرفدار این مردم بمیرن، مردم رو بکشن. من خواستم اول از خودتون بپرسم قبل اینکه اصلا بخوام شما رو فالو کنم. دو دقیقه پیش بودین دیگه، قبل از اینکه تشریف بیاریم بالا من صحبت میکردم. به اندازه چند ثانیه بودم. یعنی نمیدونین چیه به مردم رو تحریک نکنین؟ شنیدین این صحبت ها رو؟ نشنیدم. بعد دوست قبلی شما اومد بالا گفت حالا صحبت از صلح میکنی و اینا. من خواستم ببینم ایدئولوژی شما چیه؟ اصلا خواستم یه خورده شاید دوستان شما رو میشناسن، من نمیشناسم. خواستم ببینم اصلا ایدئولوژی شما چیه قبل اینکه من یه لایف رفتم شما. یه چیزی بگم قبل از اینکه حرف میزنی یه سید، من یه چیزی بگم. ببین خواهر گرامی، ما تو ایران 85 میلیون جمعیت داریم. هر کسی توی یه فامیلم، پنج نفری که توی فامیلم فکرهای مختلف دارن. ما حالا اینکه مثلا یارو طرف جمهوری اسلامی دلیل نمیشه که مثلا جنایتکار باشه یا فلان باشه، یا اونی که طرفدار رضا شاه یا اون مجاهدین خلق نمیدونم فلان، دلیل نمیشه که مثلا آدم بدی باشه. آدم باید حرفای همین که شما صحبت میکنی. به نظر من آزادی یعنی این که شما طرفدار جمهوری اسلامی هستی، من طرفدار نظام سکولار هستم. شما اینجوری، من فکر میکنم که دوستان میدونم که من خودم هم آدمی هم که خب خیلی بعضی وقتا آتیشی هستم. اگه هر کس طرفدار هر کسه، آزادی یعنی این که طرفداری این آزاد باشه که طرفدار هر کس باشه. آره، تا زمانی که دیگران آزادانه بزنه بدون اینکه بی احترامی بهش بکنن، تا زمانی که دیگران نخوان شما رو مجبور کنن که طرفدار اون چیزی که اونا هستن باشی، به نظر من آزادی یعنی اینکه شما. آفرین. دقیقاً. ببین اشکال من با اون دوستانی که بعد ما رو گفتن به شما همینه. آره. این یکی از همون جوابایی که شما در پیش میگشتین. خب میان سریع همین که میگم بیا بالا، میگه آقا بیا به ما بگو طرفدار نظام هستی. میگم بله طرفدار نظام هستم. تا میگم طرفدار نظام هستم سریع میکنم، سریع فوش خوار مادر پدر
مادر مرده زنده، قرآنم مکتبم آقا، یعنی چیزی نمیذارن. خب برادرم، من میگم برادر من عزیز دل من، ببین شما 44 سال این روشو به کار بود، نتیجهی به شما نداد، دنبال یه راهکار دیگه باشین. شما از من میپرسی طرفدار نظام هستی؟ من میگم بله. میگه چرا طرفدار نظام هستی؟ میگم به خاطر اینکه شما در جمعیت و آدمایی که لیدر خودتون قرار دادین، این 5-6 تایی که گروه هایی که مثلا یکیش رضا شاه، نمیدونم یکی اسماعیلی معصوم قومی، قومی معصومی، نمیدونم مسیح النژاد و و و چند تایی دیگه، خب به من نشون بده، تو اینا به من نشون بده که یک کدومشون وطن نفروخته، مال مملکت نبرده، خیانت به مملکت و مردم نکرده، مشکل اخلاقی و شخصیتی نداشته. من با دست و پا میرم میفتم دنبالش. تو فقط یک نفر به من از اینا یا غیر از اینا به من نشون بده که این شاخص ها رو داشته باشه، خیانت به وطنش نکرده باشه تحت هر شرایطی، مال مملکت رو نبرده باشه، مال مردم رو نبرده و ندوزیده، خون مردم رو نریخته، بمبگذاری نکرده، خیانت نکرده، یا مشکل اخلاقی. ببین الان ترامپ که رئیس جمهور آمریکا، سری مسئله اخلاقی گرفتن محاکمش کردن، اینا که به قول من نه پایبند دینن و نه چیز. حالا من میگم اینه، شما به من بگی آقا میان اینا، تا ما اینا رو میگیم خب همون مثل اول از تا یا فقط فش خواهر. میگم بابا به خدا منطق شما منطق فحاشیه. ببینین سرکار خانم نیکو چه بسیار اسم زیبا خوبی هم دارین، شما چقدر خوب و زیبا اومدین محترمانه صحبت کردین، ما مجبوریم، یعنی ادب شما بر ما غالب شد، ما رو مؤدب کرد. شما لست دارید، ولی دوستانی که پایین فوش می نویسن، من طرفدار، ببخشید آقای سید، من طرفدار جمهوری اسلامی نیستم. آزادی، حق دارید. من آزادم طرفدار جمهوری اسلامی نباشم، ولی دوستانی که من اینجوری ببخشید رک به دوستان بگم، اگه که ما بخوایم طرفدارای کسایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن بخوایم فوش بدیم یا بخوایم براشون شاخشون بکشیم، اون موقع با جمهوری اسلامی که شما مخالفش میگه این کارو میکنه چه فرقی میکنی؟ درود به شرفتون، دقیقاً همینه. میگم آقا تو به من میگی فردای آزادی تیربرقای چراغبرقو براتون آماده کردیم، همتون آویزون، همتون رو عدم تیغ میزنونیم، میکشیمتون، میبریمتون، نمیدونم دادگاه سهرهای تو میگم. میگم خب برادر من، تو مگه نمی نظام جمهوری اسلامی ایران میکشن و فلان میکنن بیسن؟ خب تو وقتی تحمل رأی مخالف خودتو نداری و میخواد سر تیغ بگذرونیش، خب تو چه فرقی با اون داری؟ به من بگو فرق چیه. میخوان کشور رو خراب بکنن، بعد بیا آخرش بیان هیچی، همین شده. شما اگه طرفدار جمهوری اسلامی هستی و من از جمهوری اسلامی بیزارم، در آخر فکر کنم ما همه ما یه وجه مشترک داریم، اینه که خودمون رو دوست داریم. همه شما کشورتون رو دوست دارید. خب ببین ما هم دوست داریم که داریم تلاش میکنیم براش. من اصلا خودم میگم، گفتم من یک بار دیگه به دوستان میگم، من از جمهوری اسلامی نفرت دارم، اما سال 57 این همه آدم رفت، اصلا اشتباه گفت آری. شما یک کمی هم تو خونه های خودتون دوستان نگاه کنین، فامیلای خودتون هم آری گفتن. دقیقا ببینید، من یه چیزی میگم، اینا متمسکن، سرکار خانم نیکو، اینا متمسکن میگن آقا ما مثلا بیشترشون این اواخر میگن آقا ما شاهزاده رو میاریم، رضا پسر محمد رضا پسر رضا خان بیاریم. میگن ببینید دوستای خوب من، آدم عاقل از یه سولاخ دوبار گزیده نمیشه. میشه؟ نمیشه. ببین بهشون میگم نگاه کنین، شاه در اگه در هیچ کاری چیز نکرده، عدالت رو چیز نکرده، در یک چیز عدالت رو به خرج داد. ببین توده‌ای رو اعدام کرد، شکنجه کرد، مجاهد اعدام کرد، شکنجه کرد، اسلامی رو گرفت شکنجه کرد، اعدام کرد، حتی رسید به طیب جوان مرد پایتخت، خدا رحمتش کنه، حتی اونم اعدام کرد. خب بعد کسی که
کسی که به قول شما میگین آمریکا و انگلیس شاه رو فراری دادن، مملکت رو دادن دست خمینی. خب کسی که شما رو رها کرد، ملتش رو رها کرد در بغرنجترین و لحظات چیز انقلاب، سرزمین ایران عزیزمون، مردمش رو رها کرد، فرار کرد. چجوری تو میخوای اعتماد بکنی؟ باباشو با معذرت میخوام با یه تلنگور اینجوری انداختم بیرون، تعبیدش کرد، خودش هم فرار کرد. بین حرفت من نظرم اینه اگه من بخوام به شخصه بگم نظر من چیه، به نظر من اگه روزی، حالا دوستان میگن ایران آزاد باشه، به نظر من هر کدوم از مردم ایران، هر جناحی باید یه مثل یه نماینده داشته باشن. اونایی که جمهوری اسلامی رو میخوان یه نماینده تو مجلس داشته باشن. یعنی دوستان، من خودم شاه دوست داشتم، خب اما اگر من بخواید بپرسین، من میگم باید یه نظام جمهوری باشه، مثل 4 سال طرف بشه، 8 سال بشه، بعدش اصلا نتونه بشه. اگه ببخشید من اینجوری میگم، به هر حال شما برای من عقاید من اگه من بخوام با شما دعوا کنم، خب برمیگردیم به اینکه ما هم میشیم دیکتاتور. منظور عادتون رو فهم خانم نیکو میگید، خانم نیکو شما میگید که هر کسی بتونه حرفشو بزنه، هر کسی یه حزبی داشته باشه بتونه حرفشو بزنه، حالا جمهوری اسلامی، شاهنشاهی، نمیدونم مجاهد، هر کسی بتونه تو ایران حرف خودشو بزنه، منظورت اینه دیگه؟ جمهوری اسلامی آقا باشه، کشور اسلامیه، هزار تا کشور اسلامیان، هم ببین همه جا کامل نیستن. من اصلا یک بار دیگه خدمت دوستان میگم، من از جمهوری اسلامی رو دوست ندارم، ولی دوستان جمهوری اسلامی رو دوست داره، شاید 1 میلیون نفر رو دوست داشته باشه. مثلا جمهوری اسلامی ایران شک نکنین، با امثال محترم و متشخصی مثل شما کاری ندارن. جمهوری اسلامی ایران با کسایی کار داره که دستش به خون مردم آلوده شده، بمبگذاری کرده، خون مردم ریخته، ترور کرده، با اونا کار داره. با امثال شما که انسانای متشخصی که محترمانه میای انتقاد میکنی، به والله کاری نداره. البته من با نظر شما مخالفم، ولی اینجا جای بحث مخالف موافق نظری شما نیست. جای این بود که من خواستم شما رو بیام به شخص بشناسم، ببینم که حرف شما چیه. بعد دوستان، با مرگ بر این و مرگ بر اون، زندگی هیچ کدوم ما درست نمیشه. با خوش هم درست نمیشه. برای من مهمه آدم صحبت بکنید، همه حرف هر بذارید، هر کسی حرف خودشو بزنه. بین پرانتز اقتباس از صحبتی که کردین، گفتیم با مرگ و بر فلان اینا کاری درست نمیشه. گذشته از اون که با فحاشی کاری درست نمیشه، که همه کارشون شده فحاشی و بیادبی، حتی به رفیقای خودشون مثل حالو و عالی مقام، عالی پیام، چیه، با اونم رحم نکردن. خب ببینیم با این کار درسته. چی میخواستم بگم؟ خدا وکیلی یاد این یارو بنده خدا افتادم. با فحاشی و با اینا درست نمیشه، دنبال یه راهکار دیگه باشیم. ببخش یه لحظه، اما شما اومدی بالا، نمیدم رفت خدا وکیلی، ولی چون نتیجه نمیده. درست میگین. خانم نیکو شما یه حرفی زدید اونجا، گفتید که 57 انقلاب شد، ببخشید میون حرفت، گفتی 57، به خدا همون کسایی که اون موقع اومدن انقلاب کردن، نمیدونم کشور رو به هم ریختن، همونا الان بچه هاشون دارن این کارو میخوان بکنن، همین کارو میخوان از دوباره بکنن. بابا اصلا مهم نیست. اگه میخواد تدریجی درست کنید کشور رو، اگه میخواد کاری دارید بیاد قشنگ صحبت بکنید تو خیابون، این چیز نکنید، بیاد اصلا همدیگر رو بکشید، نمیدونم اعتراض اونطوری بکنید، خیابون رو به هم بریزید، مال مردم رو، بیت المال رو به هم بریزید، نمیدونم مال همه رو آتیش بزنید، سر کله هم دیگه دوستمون آقا، این سر زباله مال منه، میخوام توش زباله بندازم، تو چرا میای آتیشش میزنی؟ اجازه بده من یه چیزی برای دوستان که اونجا می نویسن من آدم خرابیم بگم. آقا شما منو نمیشناسی،
من شما رو نمیشناسم، شما نمیدونی عقاید من چیه، من نمیدونم عقاید شما چیه. تخلیه معلوماتیت بکنه، اون موقع شما رو تحریک بکنه که بگه من فلانم، من دختر. ببین الان تشریف آوردیم بالا، بهتون گفتیم صورتتون رو نشون بدید، فقط گفتیم اسمتون که ما محترمانه صداتون بزنیم، چیزی دیگه از شما نخواستیم. ولی اینا امثال اینا میخوان تحریکتون کنن که تو آدم فلان، که تو بیا قسم قرآن بخوری بگی آقا من این نگفتم، من همچی آدم من فلانم، من بیسارم. اینشونی که نوشته شبی چنده پولشو نداری، وگرنه با هم صحبت میکردی. ببخش من به فکر کردین دوستان، من به خدا فوش بلدم، جاهای دیگه رفتم فوشم دادم، ولی یه روز نشستم فکر کردم گفتم خب شما ماها من اصلا یک بار دیگه به شما میگم، نظام جمهوری اسلامی من از کشورم آواره کرده. خب اما من هم اگه بخوام بیام فوش بدم، بخوام بیام بگم اینو میکشم اونو میکشم، که همونم. چه فرقی کرده با اون؟ دقیقا. درود بر شما. من ممنون. من حرف من همینه دقیقا، خدا وکیلی حرف من همینه. هر موقع هم یا اومدن تو لایو من یا رفتن تو لایوشون، از الف تا یا فقط فحاشی کردن، تهدید کردن، خب میخوان هیجان درست کنن، چهار تا گل بگیرن، چهار تا فلان بگیرن. به والله اینا که میان این کارا رو میکنن، میان میگن مردم نون شب ندارن، فلان ندارن، اونجا میشن، فلان میشن، به والله یه ده دلاری نمیفرسته برای خانواده خودش، من قسم میخورم. من نمیخوام بی احترامی بهشون بکنم، ولی خودشون بودن دیگه، یه دونه فیلمشون در اومد. من کنم برم در آخر. جاوید مردم ایران، جاوید خاک کشورم. برام اگه مردمم بهترین زندگی رو داشته باشن، برای من مهم نیست کی اون کشور رو میگذرونه. ولی یه چیزی من به شماها بگم، هر کس ایران، هر کس، خود شما بیا بشو رئیس جمهور، خودت هم اون کشور رو میچاپی، منم بشم میچاپم. پول چیز کثیفیه دوستان، فرقی نمیکنه کی، پول و قدرت همه رو عوض میکنه. یک بار دیگه میگم، جاوید کشورم، جاوید مردمم، جاوید خاک کشورم. درود بر ملی گراییتون، درود بر ملی گراییتون، زنده با تمامیت ارضی ایران عزیزم. حالا اختلاف ما با اینا اینه، به خاطر ما هم همینو میگیم، میگیم آقا عاقبت ایران مثل سوریه نکنین، مثل افغانستانش نکنین، مثل لیبی نکنین، کم بشینین با هم دیگه فتنه بکنین و دعوا بکنین و آب تو آسیا به دشمن بریزین، نکنین این کارو. ایراد داره جمهوری اسلامی، نواقصی هست، خیلی بیشتر از این نواقص و ایرادایی که الان در جمهوری اسلامی ایران عزیزمون هستش، به سبب کیه؟ به سبب دشمنای قسم خورده، نه فقط 44 سال انقلاب اسلامی ایران، قبل از زمان شاه دشمنش بودن، قبل از زمان ناصرالدین شاه و فلان و فلان، اینا همه دشمن، تا اسم روس و نمیدونم سفیر روس و انگلیس، اینا دست پاشون میلرزید. خب اینقدر تأثیر گذار. سید اون فیلمه رو دیدی؟ سید توی تظاهرات توی آلمان بود، نمیدونم کجا بودش، اومده بودن میگفتن یارو رفتشون بالا گفتش ناموس، ما ناموسمون ایرانه فلان، اومدن گفتن ما بی‌ناموسیم. داره؟ دیدی فیلمه رو؟ بابا اینا دیگه چه قرم ساقایین، چه ده یوسای پوفیوزیان به قرآن مجید. آخه کیه که میاد چنین حرفی میزنه؟ واقعا بی‌ناموسید شما. یعنی چون میگم که دقیقا اینا دنبال داستان همچین بی‌ناموسی و این جور داستان ها میخوان، دنبال شرافت و کرامت. و مثلا این بانوی محترم که ما خانم نیکو اومد، ببین چیز نداشت، ولیکن غیرت ملی گراییش عالی بود. همین که گفت تمامیت ارضی مملکتمو دوست دارم و ایران زنده باد و ایران جای، این خودش ارزشمنده. واسه داداش من خیلی خوشحال شدم، اینجا نزدیک ساعت 8ه، اگه منم یه ذره حقیقتش خسته شدم، اگه اذن از دور همتون مرخص میشم. خدا نگهدار. این فرصت شد، دوباره عمری بود. خیلی ممنونم. بگم که هستین، حمایت میکنین، دورتون بگردم. پاینده باد دین مبین اسلام، پاینده باد ایران عزیز، در فنای حضرت حق باشین. التماس دعا دارم برای عاقبت به خیری. شکر خدا همه چی هست، فقط دعا بکنین. اگه دوست داشتین، اجباری درش نیست، برای عاقبت به خیری. ممنونم، شما عاقبت به خیری بشین. یا علی.